سرخط مهمترین خبرها: کرزی، ادامه جنگ طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا در برابر افغانها مشروعیت ندارد. و در پایان، روابط طالبان روز به روز با پاکستان در حال مستحکم تر شدن است. به نام خدا و با عرض سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی الحاج میر رحمان رحمانی، روابط طالبان روز به روز با پاکستان در حال مستحکم تر شدن است. مفتی تقی لاهوری، شیخ الحدیث پاکستانی، با دختر دوم عباس استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان، آسیه استانکزی که با وی 25 سال تفاوت سنی دارد، ازدواج نمود. قابل ذکر است که مفتی 3 زن دیگر هم دارد و صاحب 22 فرزند می باشد. همچنان این در حال است که کرزی، ادامه جنگ طالبان پس از امضای توافقنامه صلح با آمریکا در برابر افغانها مشروعیت ندارد. قدرت های بیرونی طالبان را در برابر جمهوریت و جمهوریت را در برابر طالبان استفاده می کنند. با گزارش سپوتنیک به نقل از تلویزیون یک، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین می گوید که پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان دیگر ادامه جنگ طالبان در برابر افغان ها از هیچ لحاظ حتی به لحاظ دینی مشروعیت ندارد. رئیس جمهور پیشین در مصاحبه با اسپیشگل گفت که قدرت های بیرونی طالبان را در برابر جمهوریت و جمهوریت را در برابر طالبان استفاده می کنند و این قدرت ها مانند آمریکا، روسیه و چین رقابت هایشان را در داخل افغانستان انجام می دهند. آقای کرزی در این گفتگو تاکید کرده که مقام های آمریکایی اعتراف کرده اند که پناهگاه های طالبان در خاک پاکستان است و این کشور از این گروه حمایت می کند، اما واشنگتن در 20 سال لپسین به جای ریشه یابی دلیل جنگ با پشتیبانی از ارتش پاکستان پرداخته است. او گفته است که پاکستان با پشتیبانی از طالبان در پی دست یافتن به عمق استراتژیکیش در افغانستان است، اما تاکید کرده که اسلام آباد باید بداند که هیچ قدرت خارجی مانند بریتانیا، اتحاد جمهوری های شوروی پیشین و آمریکا با تمام منافعشان نتوانستند بر افغانستان تسلط پیدا کنند و این کشور هم در آن ناکام خواهد بود. حامد کرزی گفته که پاکستان خواهان قطع روابط افغانستان با هند است، چیزی که از نظر آقای کرزی غیر ممکن است. رئیس جمهور پیشین در مورد جنجال خط فرضی دیورند گفته که اگر افغانستان و پاکستان روابط مشاهبه با مبدل اتحادیه اروپا داشته باشند، یک رای حل برای این مشکل پیدا خواهد شد. او تاکید کرده که بجای یک خط ثابت مرزی دیورند به یک زون تبدیل شود تا شهروندان دو کشور بدون کدام کنترل مرزی آزادانه با هم روابط داشته باشند، چیزی که به گفته های آقای کرزی آلمان و فرانسه امروز به چنین توافقی دست یافتند. همچنان این در حال است که برگزاری انتخابات برای گزینش والی جدید در فاریاب. معترضان فاریاب امروز برای گزینش والی جدیدشان انتخابات برگزار می کنند. با گزارش سپوتنیک، عنایت الله بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی می گوید که بر اساس فیصله شورای عالی مردم فاریاب، نمایندگان و ولسوالی ها، نواحی جامعه مدنی، علما، زنان، احزاب، جوانان، دانشگاهیان و شورای ولایتی 4 تن را انتخاب و جهت منظوری بر ریاست جمهوری
پیشنهاد می کنند. معترضان روز گذشته از محمد داود لغمانی والی جدید فاریاب خواستند این ولایت را تا 3 روز دیگر ترک کند. در غیر آن آنان در فاریاب دولت فدرالیشان را اعلام خواهند کرد. از حدود 1 ماه به این سو شماری از مردم با انتصاب محمد داود لغمانی به عنوان والی جدید فاریاب مخالفت دارند. آنان خواستار انتخابی شدن کرسی های ولایت شهرداری ها و ولسوالی ها اند. همچنان این در حال است که در انفجار در فیض‌آباد 7 تن به شمول منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان زخمی شدند. 8 صبح کابل در پی انفجار در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان 7 تن به شمول منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان زخمی شدند. این انفجار ساعت 1:30 پس از چاشت روز شنبه 1 جوزا در کوچه حمام روشن شهر فیض‌آباد رخ داد. شاهدان از محل رویداد میگویند که 1 اراده موتر در این انفجار آسیب دیده است و چندین تن زخم برداشتند. نیک محمد نظری سخنگوی ولایت بدخشان میگوید که در این انفجار منیر عالمیار عضو شورای ولایتی بدخشان همراه با راننده رئیس این شورا و 5 تن دیگر زخم برداشته اند. نظری افزوده است که این انفجار توسط موتر سایکل بمب گذاری شده با وقوع پیوسته است و موتر بشیر احمد صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان نیز در پهلوی آن تخریب شده است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان سمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت از ما ویدیوهای ما را لایک و نظر دهید. اوقات خوش داشته باشین. الله متعال یار و مددگار شما باشد.